تلاش برای رسیدن به فردای بهتر، اما در زیر سایه گلوله به آنچه که ناممکن است. این نوار تصویری انگام پرواز یک هواپیمای نظامی آمریکا را از میدان هوایی کابل نشان می‌دهد، اما به سوی آن هجوم بردند. اما انگام پرواز دو تن در صحن میدان هوایی و دو تن هم در بخش های خیرخانه پس از افتادن به زمین جان می دهند. دی حراس او دی ترسی وجه نف هوای میدان که کابل وسیدون که بیخی زیاد شوی و او زین تلفات هم بدبختانه لرو حالتا. ای برخواسته از سیاست های نادرست آقای غنی بود که سرانجام آقای غنی مردم افغانستان را در یک وضعیت بسیار بعد قرار داده، خود غیر مترقبه فرار کرد و کشور را ترک کردند که مردم امروز بسیار وضعیت خراب دارد. از یک شنبه شب بدین سو هزاران تن پس از آگاهی از سوی نزدیکانشان به میدان هوایی کابل آمدند و تلاش دارند تا خود را به بیرون از افغانستان بکشند. گواهان میگویند که در تیراندازی نیروهای خارجی، ازدحام بیش از حد و نیز افتادن از هواپیما نزدیک به 10 تن جان باختند. مردم میگویند که 10 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از اینان بی پاسپورت ویزا میخواهند به بیرون بروند، در حالی که رفتن آنان به این سندها ناممکن است. اعضای فامیل ما 6-7 نفر هستیم، ما میخواستیم بریم. می حالت هست های کنید چی حال هست؟ زدن هست، خوردن هست. کی میخواه اگه دیگه دیگه چیز باشه، دیگه جنگ جدال؟ خودم شخصا قادر به 2000-3000 افغانی نیستم که من آشا و باطینی طفل های مد خورد قدر نیم و نیمچه بردر دیگه یارم من بردر نانشان هاوشان تغذیه کنم. شاید بسیاری از کسانی که به میدان هوایی آمدند اراز بدل دارند، اما در کابل فرماندهان طالبان اطمینان میدهند که تأمین امنیت مردم را در اولویت دارند. مردم ما میگیم که بالکل بیغم باشند، انشالله ما خادمای شما هستیم، تاخیری قطره خون خود خدمت مردم افغانستان میکنیم. اما مسئولان میدان هوایی کابل میگویند که مردم با اطلاع نادرست به میدان یورش بردند، در حالی که تمامی پروازهای داخلی و خارجی متوقف شدند. ایالات متحده برای تامین امنیت روند بیرون کشیدن دیپلمات‌های خارجی و نیز هزاران تن از کسانی که با خارجیان کار کردند در حدود 6000 سرباز را به میدان هوایی کابل فرستاده است. در کنار هواپیماهای آمریکایی، هواپیماهای نظامی چندین کشور دیگر غربی از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا و سویدن نیز در روند بیرون کشیدن این افراد نقش دارند.